درود میفرستم به علاقمندان به تحلیل های روانشناسی. امروز میخوام با شما عزیزان درباره یک اختلال روانی پیچیده و مرموز و بسیار آزاردهنده صحبت کنم که حدوداً 1 تا 2% جامعه گرفتار اون هستند، ولی تشخیص اون برای متخصصین هم تا حدی دشوار هست و خیلی از این افرادی گرفتار این اختلال شخصیت، اختلال روانی هستند، احساس میکنند که آدم های عجیبی هستند و خیلی وقتها از مراجعه به روانپزشک هم امتناع می کنند. اسم این اختلال، اختلال مت هست و در کنار اون اختلال مسخ واقعیت، یعنی این دو معمولا لازم و ملزوم هم هستند. این دو اختلال زیر مجموعی اختلالات تجزیهی هستند. فردی که دچار اختلال مسخ شخصیت میشه، اولا ناگهان نشانه های این بیماری و این وضعیت بغرنج رو در خودش احساس میکنه. برای مثال این فرد در یک جشن شرکت میکنه، خوشحال هست، با دوستان میگن و میخندن و به ناگهان احساس میکنه که داره از بیرون خودش رو میبینه و دچار ترس و وحشت و استراب بسیار شدیدی میشه. این افراد وقتی که اولین حمله‌ای که مربوط به مسخ شخصیت هست در اونها به وجود میاد، از خودشون میپرسن در اون لحظه که این فرد کی هست؟ منظور خودشون هست، یعنی هسته هویتی اونها در اون لحظه دچار متلاشی شدن میشه و این ترس به گونه ای هست که واقعا نمیدونن در اون لحظه اون شخصی که داره صحبت میکنه کی ممکنه باشه. فردی که دچار اختلال مسخ شخصیت هست، خیلی وقتها ارتباطش با احساسات و عواطف خودش رو از دست میده، یا حداقل این برداشت رو داره که احساسات اون، عواطف اون و حتی جسم اون متعلق به خودش نیست. به این خاطر این افراد وقتی خودشون رو توصیف میکنن میگن که ما احساس میکنیم تبدیل شدیم به یک ربات و احساس میکنیم که هر آنچه که میگیم، اون احساساتی که داریم، عواطفی که نشون میدیم واقعی نیستن، انگار یک نفر دیگه اینها رو در وجود ما گذاشته. و جالب، این افراد آگاه هستن از این وضعیت، یعنی میدونن که اینها واقعی نیست، ولی همچنان اون ترس و وحشت رو تجربه میکنن و نمیتونن جلوی اون رو بگیرن. این وضعیت رو میشه به وضعیتی توصیف کرد که در اون شما سوار یک ترن هوایی هستید و میدونید که خطری شما رو تهدید نمیکنه، ولی اون شرایطی که تجربه میکنید در اون ترن هوایی به قدری باعث نگرانی و اضطراب شما میشه که خب شما رو دچار ترس و وحشت فراوانی میکنه. وضعیت این اختلال هم به همین گونه است. فرد خودآگاهی داره که اون چی که در حقیقت وقتی خودش رو از بیرون داره نگاه میکنه، وقتی که احساس میکنه که کارهایی که انجام میده رو یک فرد دیگه انگار داره انجام میده، اینها واقعیت نیست، ولی باز همون ترس و وحشت در او ایجاد میشه و نمیتونه جلوی این افکار ترسناک و وحشتناک رو بگیره. در حالت شدید مسخ شخصیت، افراد وقتی در مقابل آینه می ایستند با وحشت و نگرانی به خودشون نگاه می کنند و از خودشون می پرسند که این شخصیتی که روبروی من هست، این کی هست؟ خیلی وقتها این افراد وقتی اطرافیانشون، عزیزانشون رو می بینند دچار ترس و وحشت می شند و در اون لحظه این افراد تبدیل می شند به انسانهای ناشناخته. گویی که هسته هویتی اینها دچار فروپاشی شده، این حس رو در اونها ایجاد میکنه که اطرافیان غریبه و ناشناخته هستند. انگار که اون محیط خونه، اون فضایی که قبلا بهش عادت داشتن و امن بوده، تبدیل شده به یک سرزمین عجیب و غریب. زندگی رو اینها به صورت یک نمایشنامه میبینند، یعنی احساس میکنن که داخل یک فیلم سینمایی پرتاب شدن، دارن با شخصیت‌های غیر واقعی صحبت میکنن و خودشون هم غیر واقعی هستن. به این خاطر وقتی که فرد دچار اختلال مسخ شخصیت میشه، در مورد عواطف و احساسات خودش هم شگفت زده هست. وقتی که میخنده، به ناگاه اون بخشی از هویتش که فرو ریخته شده، این سوال رو در ذهن اون ایجاد میکنه: اینی که خندید کی بود؟ اینی که فریاد زد کی بود؟ اینی که این حرف رو، این رفتار رو نشون داد کی بود؟ یعنی احساس میکنن که واقعی نیستن و رفتارهاشون هم واقعی نیست و این تعامل رو در رفتار با دیگران نشون میدن. بعضی وقتها دچار خطاهای بصری میشن، یعنی احساس میکنن دستهاشون چند برابر شده، پاهاشون کوچیک شده، چشمهاشون خیلی بزرگ شده. بعضی وقتها احساس میکنن که بیرون داره برف میاد، یعنی یک تصویر سفید رنگ
سفید مات رو جلوی چشم خودشون میبینند و خیلی وقتها اینطور بیان میکنن احساس خودشون رو که انگار تبدیل شدن به یک موجودی که تمام بدنش خالی از اجزای مختلف هست و گاهی توصیف میکنن که تبدیل شدن به انسانی که سر اون رو با پارچه کتانی بستند و داره با چشم هایی که تو کالبد چشمش در حقیقت هیچی نیست به اطراف خودش نگاه میکنه و این باعث ترس و وحشت این افراد میشه. تفاوت این احساسات و رفتارها با اختلال اسکیزوفرنی در اینه که فردی که دچار توهمات اسکیزوفرنی، دچار اون هذیانهای اسکیزوفرنی میشه، نمیتونه تشخیص بده که هر آنچه که تجربه میکنه واقعی نیست و در حقیقت اعتقاد داره به اونها و جزی از اونها میشه. ولی فردی که دچار اختلال مسخ شخصیت میشه آگاه هست که این برداشتاش اشتباه هست، ولی نمیتونه جلوی اون ترس و وحشت رو بگیره و به قدر این ترس شدید هست در او، به قدر این احساسات در او شدید هست که اون رو از زندگی روزمره خودش در حقیقت کاملا جدا میکنه و حس ترس و وحشت منجر به اضطراب شدید و افسردگی شدید در این افراد میشه. این افراد بعضی وقتها به لحاظ احساسی فکر میکنن که کاملا فلج شدن، یعنی وقتی که فرد دچار اختلال مسخ شخصیت میشه دوست خودش رو وقتی میبینه دیگه نمیتونه اون رفتار صمیمانه قبلی رو با او داشته باشه، انگار که نرم افزار ذهنی اون کاملا به هم ریخته شده و یک برنامه دیگه روی ذهنش نصب شده و احساس میکنه که تبدیل به یک رباتی شده که هر آنچه که میگه یا هر آنچه که میشنوه حرفهای خودش نیست و همزمان داره از بیرون خودش رو نگاه میکنه و این حالت این که فرد بتونه همیشه خارج از خودش باشه، از بیرون خودش و دیگران رو نگاه بکنه، ترس و نگرانی او رو چندین برابر میکنه و برای این افراد خب طبیعی است در چنین وضعیتی شرکت کردن در میهمانی هایی که قبلا آرزوشون بوده تبدیل به یک کابوس وحشتناک میشه، به خاطر اینکه احساس میکنه آدم هایی که قبلا میشناخته همه ناشناخته هستن، انسان های عجیبی هستن، زندگی روزمرهش رو احساس میکنه که دست اون رو یک کسی گرفته و اون رو وارد یک تئاتر کرده و افرادی که اطراف اون هستن عزیزان خودش رو به صورت غیر واقعی میبینه، یعنی وقتی پدر یا مادر خودش رو میبینه در اون لحظه از خود ترس و وحشت سراپا وجود اون رو میگیره و به خودش میگه این مرد کی هست، این زن کی هست، بعد دوباره اون تو ذهنش میاد که اینها پدر و مادر من هستن، از این وضعیت آگاه هست ولی دوباره اون نگرانی به ذهنش هجوم میاره و به این خاطر به شدت ذهنش درگیر هست و گرفتار این مسئله هست. پس فردی که دچار اختلال مسخ شخصیت هست فردی هست که به ناگاه این اختلال بهش حمله میکنه، هسته هویتی اون رو دچار فروپاشی میکنه و اولین و مهمترین نگرانی که در او ایجاد میکنه اینه که اصلا کی هست، یعنی اون تعریفی که قبلا از خودش داشته، تعریفی که از وجود خودش داشته چه به لحاظ فکری و چه به لحاظ جسمی کاملا دچار فروپاشی میشه. این افراد وقتی که وضعیت در اونها تشدید میشه، وقتی روبروی آینه قرار میگیرن خودشون رو نمیشناسن، احساس میکنن که اون فردی که توی آینه دیده میشه یک آدم دیگه هست، خودشون وقتی صحبت میکنن احساس میکنن یک آدم دیگه داره صحبت میکنه و این حالت علارغم آگاهیشون از اینکه اینها واقعیت نیست در اونها ترس و نگرانی ایجاد میکنه. وضعیت دیگه‌ای که در کنار این اختلال هست اختلال مسخ واقعیت هست. در مسخ واقعیت افراد محیط اطراف خودشون رو به طرز عجیب و غریبی میبینن، انسانها رو بعضی وقتها به شکل ربات میبینن، انسانها رو به شکل عروسک احساس میکنن، اطراف محیط اطراف رو دو بعدی احساس میکنن، یعنی انگار شبیه یک فیلم زندگی و اطرافیان اونها انگار توی یک فیلم حضور دارن و شخصیت های یک تئاتر هستند، صداها رو خیلی بلند یا خیلی کوتاه خیلی ضعیف میشنوند، یعنی درکشون از زمان کاملا تغییر پیدا میکنه، یک دقیقه رو احساس میکنن که یک ساعت یا یک روز گذشته، دچار گیجی و ابهام میشن، گویی که توی یک فضایی قرار گرفتن که توش معلق هستند و نمیدونن که در اون شرایط چه کار باید بکنن
مثل اینکه یک فرد نرمال رو ما وارد یک فضایی بکنیم که تمام عمرشون رو تجربه نکرده. و خب طبیعی است که فرد نرمال وقتی در یک دنیای ناشناخته باشه، برای مثال در دنیای آدمک های فضایی باشه، دچار ابهام و گیجی میشه. این وضعیت دقیقا برای فردی که دچار اختلال مسخ واقعیت هست پیش میاد، یعنی تمام قوانینی که دنیا براش داشته به ناگاه به هم میریزه و خودش هم نمیدونه کی هست و اطرافیان خودش رو هم به گونه های عجیب و غریبی احساس میکنه. همونطور که گفتم، درک از صدا و درک از زمان، درک از احساسات و عواطف، همه دچار تغییر و تحول میشه و احساس میکنه که نمیتونه با دیگران ارتباط برقرار بکنه. بعضی وقتها اینا گزارش میدن که ما این حس رو داریم که در یک زندان شیشه‌ای در حقیقت گرفتار شدیم و هرچی میخوایم فریاد بزنیم انگار کسی صدای ما رو نمیشنوه. احساس عجیب بودن، متفاوت بودن با دیگران میکنند و بدتر از همه این احساس رو دارن که همیشه گرفتار این وضعیت هستن. بعضی وقتها این احساس رو دارن که ممکنه کاملا حذف بشن، نابود بشن و ناپدید بشن بدون اینکه کسی اصلا وجود اونها رو حس بکنه. باز هم تاکید میکنم، چون این نکته خیلی مهم هست، که این افراد در تمام این شرایط تلخی که دارن خودآگاهی دارن تا حدی به وضعیت خودشون که این افکار ممکنه اشتباه یا به هر حال گمراه کننده باشه، ولی نمیتونن فکر نکنن، نمیتونن اون اندیشه رو نداشته باشن و به این خاطر شدیداً دچار رنج و عذاب میشند. علت این اختلال چی هست؟ یکی از مهمترین عواملی که منجر به این اختلال میشه استرس های بسیار شدید هست، رویدادهای تلخ زندگی، تجارب وحشتناک کودکی. افرادی که یا افراد دچار اختلال پس از سانحه پست تروماتیک دیسوردر میشن، احتمال زیاد هست که بخش وجودیشون برای اینکه خودش رو از آسیب، اون ایگو، اون بخش آگاهان شخصیتشون برای اینکه خودش رو از رنج‌ها و دردها ایمن بکنه، خودش رو از واقعیت جدا میکنه. وقتی این وضعیت زیاد تکرار بشه، فاصله میفته بین فرد و واقعیت. علاوه بر این، عوامل ژنتیک هم تاثیرگذار هست و تجارب تلخ دوران کودکی نقشش رو نمیشه فراموش کرد. افرادی که مورد سوء استفاده قرار گرفتن و رفتار بسیار بدی با اونها شده، احتمال اینکه گرفتار این اختلال بشن زیاد هست. ولی در کنار این، عوامل ژنتیک هم تاثیرگذار هست و از طرف دیگه مطالعات نشون میده که آسیب هایی در قسمت فرانتال لوب این